یک فعالیت هنری ساده رو میبینیم، یک تابلو ساده خیلی جالب هست، یک تابلو ساده نقاشی رو وقتی که در بازار حراج میذارن میلیون ها میلیون دلار که باید براش پول بذارن، تو ما الان که توی ایران هم این بازار گاگاهی برگزار میشه و براش سرمایه گذاری میکنن، یک نقشه خیلی ساده، یک طرح خیلی ساده، یک نقاشی خیلی ساده. حالا این جهانی با این عظمت و زیبایی با این گستردگی و توسعه رو میبینیم و هیچ کسی براش ارزش قائل نیست که این خالق هستی و این نگارنده مصور این جهان کی هست، براش ارزشی، حیثیتی، مقامی و یادی در دل نداریم، توجهی بهش نمی کنیم که این طبیعت زیبا، این آسمان برافراشته بی حدی که نمیشه براش حدی قائل شد و تک تک عناصر این جهان طبیعت رو کی آفرید؟ کی بهش این زیبایی رو داد؟ برای یک نقاشی با یک آبرنگ حاضریم نمره ها و حتی هزینه ها و حتی قیمت های بالایی رو براش قائل بشی، خیلی در دل ما جایگاه اون رب ذوالجلال عظیمی که این جهان رو آفریده هیچ مقام و جایگاهی براش ظاهر نمیشه، چون غافلیم از این موضوع، بی توجه هستیم، هیچگاه فکر نکردیم که از کجا اومدیم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. چلو آینه وای میستیم، چهره خودمون نگاه میکنیم. من غرك بربك الكريم، رب کریمی که تو رو آفرید. یه دونه ساده وقتی که از چهره یک نفر میاد بیرون، برای چقدر برای معالجش، برای درمانش سعی تلاش میکنه، دکتر میره این بر فکر نمی کنه این چهره زیبایی که الله متعال آفرید که الان با یک شاید کیست ساده زیر پوستی یا آرزوی بسیار ساده احساس خلل درش میکنه. اصل این رو کی آفرید؟ با این زیبایی و با این جمال برابر و هر کسی هم با یک نوع، اثر انگوشیش کسی با کسی دیگه یکی نیست، اثر پرینت چشم مردمه که چشم یک نفر با نفر دیگه برابر نیست، رنگ، پوست، چهره، حتی یک سلولی که ترکیبی هست در بدن انسان، اون الله متعال که آسمان ها و زمین رو خلق کرد و آفرید، او اول هست و او آخر هست.